این پلوی فیروزکوهی که مشاهده می‌کنید مخصوص زمستون هست. برای شهرهایی مثل دماوند، فیروزکوه، سمنان پخته میشه. گزینه خوبیه چون لبو داخلش هست. پیشاپیش تشکر میکنم از لایک هاتون. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید. به همراه حلوای لبو، سلام میکنم خدمت دوستان همیشه همراه. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه و اینو توضیح بدم که با اینکه توی این روزها حال خوشی نداریم، روزگار خوشی نداریم، ولی مجبور هستیم به ادامه کارهای روزمرهمون، غذا درست کردنمون و اینکه امیدمون از دست ندیم در آخر. من هم به خاطر اینکه درخواست زیاد بوده که ادامه آشپزی رو بذارم بعد از حدود 2 الی 3 ماه که قبلش کلیپ‌های گذاشتم که باهاتون فقط صحبت کردم، نمیخواستم آموزش غذا رو بذارم، ولی درخواست زیاد بود و اینکه دیدم خب با این حال و هوا هم که یه ذره سر خودمون رو گرم کنیم و با غذا پختن و اینکه دیگه از خانواده هم نمیشه حذف کرد غذا پختن رو برای بچه‌ها، آموزش هایی که جاش خالی بود توی کانال رو آغاز کردیم. امیدوارم که شما هم بپسندید و غذاها رو درست کنید و دیگه برای منم کامنت بذارید که چطوریه. امروز همینطور که میبینید من خونه ماماینا هستم. امروز که نه، تقریبا 2 هفته است که ما اینجاییم. علتش هم این هستش که خونه جدید چون تازه سازه گازش برای هر واحد نیست، همگی با هم بودن، الان دارن جدا میکنن که برای هر واحد کنتور گاز بدن. به خاطر همین دیگه ما مجبور شدیم که هوا هم خیلی سرد بود، اومدیم خونه مامانینا. گفتم آموزش هارم اینجا بذارم. 3-4 تا آموزش خدمتون دارم، یعنی 3-4 تا آموزش رو امروز میخوام بگیرم، ولی یکی یکی برای شما عزیزان میذاریم. آموزش هایی که خدمتتون عرض کنم که چی هست: سالاد سیب زمینی هست به روش خیلی آسون و خیلی خوشمزه، کوکو سبزی داریم با تمام نکاتش، عدسی داریم با نکات طلایی که یه عدسی رستورانی در بیاد. الانم در خدمتتون هستم با یه پلوی فیروزکوهی که میگن سمت فیروزکوه، دماوند و سمنان، گرمسار، اونجاها درست میکنن. من اینو 2-3 بار درست کردم، پلوی خوشمزه‌ای شده، متفاوت شده و یکی از ویژگی‌هاش اینه که چون داخلش لبو داره و آلو و قیسی، باعث میشه که توی زمستون، کلن خودشون هم توی زمستون این غذا رو درست میکنن که میگن ایمنی بدن رو میبره بالا و برای فصل زمستون خوبه. ما لوازمی که، یعنی موادی که لازم داریم، برنج هست، من 5 پیمونه برنج دارم، آلو و قیسی به مقدار لازم، سیب زمینی داریم یه سری برای تهدیگمون، یه سری هم برای روی برنج، لبو هست یا چغندر، بعد ادویه هامونم زیره سیاه هست که یکی از ادویه های مهمشه. کنجد رو من خودم اضافه میکنم، فکر نمیکنم توی دستورش باشه ولی خوشمزه میشه. فلفل سیاه، اینم ادویه کاجون هست که قبلا خدمتون عرض کردم مخلوط چند تا ادویه است برای گوشت، خیلی گوشت و خوش طعم میکنه. نمکم داریم و این وسایلی هم که گذاشتم اینجا چون دیدم اسم لبو اومد و یه غذای زمستونی میخوایم بپزیم، حلوای لبو رو هم آموزش بدم که هم خیلی خوش رنگ میشه هم خیلی خوشمزه. مواد اصلیش، یکی از مواد اصلیش که فراموش کردم، گوشت هستش، گوشت گوسفندی به همراه دنبه که شما میتونید هم، من حالت خورشتی درشت خورد کردم، میتونید بزرگترم خورد کنید. خب حلوای لبو رو میذاریم کنار، موقعی که برنجمون داره دم میکشه اون موقع درست میکنیم. اولین قدم برای این غذا اینه که گوشتمون رو مزه دار کنیم. با چی؟ با نمک، زیره، من ادویه کاجون میزنم، هر ادویه دوست دارید میتونید استفاده کنید، و فلفل سیاه با یکم زعفرون. این زعفرون، اتفاقا این ظرف زعفرون مامان ما گذاشته بودیم فریزر که مامان گفت زعفران توی یخچال نمونه، تو فریزر باشه که استفاده کنیم، چون خیلی نازک بود تهش در اومد و دیگه شکست. ما هم گذاشتیم اینجا، خورده هاش نریخته، اینجوری قالبی تهش در اومد.
حالا به خاطر همین توی این کاسه است. زعفرون هم اضافه میکنیم به گوشتمون. تقریبا میذاریم این گوشت یک ساعت نیم ساعت مزه دار بشه. گلاب داد. گلاب اینجاست واسه حلوه. یا گلاب نه. خب حالا من توی این فاصله سیب زمینی ها رو ورقه ورقه میکنم و لبوها رو. چند تا از یه نکته هایی یعنی من خوندم خیلی دیدم مفیده برای دوستانی که بچه کوچیک دارن. یکی از خانوما کامنت گذاشته بود که من دو تا بچه پشت سر هم دارم، دو تا دختر شیطون، خودمم 20 سالمه که این دوتا خیلی اذیت میکنن. هرچی او خونه رو جمع میکنم و اتاق رو جمع میکنم باز دوباره همونطوری هست. که من بهشون گفتم که زیاد سخت نگیرید، گفتن از روزمرگیاتون بذارید، از چجوری تمیز کردن خونهتون بذارید. من بهشون گفتم، فکر میکنم اسمشون زهرا جون بود، گفتم سخت نگیرید بچه ها، فوقش حالا 3-4 سال کوچیکن و عقلشون نمیرسه و میخوان شیطنت کنن و اینا. من خیلی شنیدم که میگن قدر این روزا رو بدونید، بچه ها زودتر بزرگ میشن خیلی زود، این روزا هم تموم میشن، باید یکم طاقت بیاریم. بچه ها میگن مهمون خونه های ما هستن. یه جا من خوندم گفت این بچه ها مهمون خونهتونن، مراقبشون باشید، خیلی طول بکشه 2-3 سال باشون کنار بیاید که بزرگ میشن میرن سراغ آرزوهاشون، سراغ سرنوشتشون و انقدر پیش میاد که وقتی که بزرگ شدن چندین روز بشه که ما نبینیمشون، یا یه موقع پیش میاد که میرن خارج از کشور، میرن یه شهر دیگه. پس حالا که پیشمون هستن این شیطنت هایی که اقتضای سنشون هست رو ما تحمل کنیم خیلی بهتره. و راه کار برای زهرا جون، فکر میکنم که یعنی من اینطوری فکر میکنم که اگر که مادرانی که بچه کوچیک دارن صبح تا بچه ها خوابن بیدار بشن، کارهایی که حالا بچه ها وقتی هستن نمیذارن انجام بدیم و غذا میخواید درست کنید، حالا گردگیری، هر کاری، لباسشویی، اینا رو انجام بدید، وقت بیشتر پیدا میکنید. با اینکه بچه ها وقتی که بیدار میشن صبحانه بهشون بدیم، اعصابمون خرد نباشه که کار داریم، باهاشون بازی کنیم و وقت بگذرونیم. به نظر من اینطوری خیلی بهتره که هم اعصاب بچه خرد میشه هم مادر بچه. آب برنج جوش اومد که برنجو که به همراه نمک خیس کرده بودیم، مثل حالا برنجای آبکشی خودمون ریختم توی آب تا اینکه به حد آبکش برسه تا این مواد رو اضافه کنیم. لبورم حلقه حلقه کردم برای روی برنج میخوام و بقیه ادویه‌ای هم که لازم داریم زیره است که باید لابلای برنج بدیم. کنجدم که گفتم خودم اضافه میکنم. یه توصیه دارم قبل از اینکه لبو تموم بشه فصلش، خیلی کارایی داره که بتونیم نگه داریم لبو رو برای حالا فصلهای دیگه که نیست. یکی ترشی لبو هست که هم خیلی خوشمزه است، مامان آموزشش رو گذاشته توی کانالش، خیلی راحته و خیلی خوشمزه میشه. بعد اینکه لبو رو میتونید به ورقه های خیلی نازک، میتونید با پوسکن این کارو بکنید، ورقه های نازک نازک بذارید جلوی حالا رادیاتور یا جلوی بخاری، اینا خشک بشه. وقتی که خشک شد پودر کنید و پودرش رو نگه دارید. توی حالا فصلهای دیگه یا همون فصل وقتی که مهمون داریم، مثلا زعفرون درست میکنیم برای روی پلو، میتونیم از این پودر یکم توی آب جوش بریزیم مثل زعفرون. حالا به غیر از پلوی زرد، پلوی حالا قرمز هم داشته باشیم برای تزیین. یا یعنی اینکه انواع و اقسام دسر، ژله، یه موقع ژله میگیریم کم رنگه، میخوایم پر رنگ تر بشه، از اون پودر میتونیم استفاده کنیم. پودر لبو کلا برای ماست هم همینطور خیلی استفاده داره و خیلی هم راحته. ورقه میکنید، خشک میکنید، پودر میکنید. یه مورد دیگه که میتونید از پودرش استفاده کنید اینه که توی سس سالاد که میخواید درست کنید توی سس میریزید، سسمون رنگ صورتی میشه و قشنگ میشه. برنجو یکم زنده تر از همیشه، یکم سفتر از همیشه بردارید، چون قراره 2 ساعت روی اجاق بمونه که گوشت وسطش هم بپزه. به این حالت من تهدیگ کنجدی میذارم. میتونید توی روغنش هم یکم زعفرون بریزید. این سیب زمینی ها زردم میشه. اینطوری کنید دیگه حل میشه، تقریبا به همش میرسه. نه
نصف برنجمونو میریزیم روی سیب زمینی ها. میخواییم گوشتمون وسط برنج قرار بگیره که توی این حالت دم گوشتمونم بپزه. اصلا نگران نباشید، گوشت خام نمیمونه، کامل میپزه. یکم زیره میپاشیم روش که من به همراه کنجد میپاشم. زیره هم باعث میشه که سردی برنج گرفته بشه. کلن وقتی برنج ساده هم میپزید یکم زیره اضافه کنید بهش که سردی برنج رو بگیره. گوشتا رو کامل قرار میدیم روی برنجا. برنجا رو بچینید بین اشتباه گفتم گوشتا رو بچینید بین برنجامون. این گوشه حواستون باشه گوشتا نره. الان من آلو قیسی هم دارم که اینو هم میتونید بین برنج استفاده کنید، هم میتونید در آخر بچینید روی برنج. اگر همگیتون دوست دارید اینا رو بچینید همین لابلای برنج، یعنی روی گوشتا. اگر نه، مثلا دو نفر دوست دارن تو خانواده، دو نفر دوست ندارن، میتونید روش بذارید که اون قسمتشو برای کسایی که دوست دارن استفاده کنید. من الان این کارو میکنم اینجا. خب روی بقیه گوشتا برنجا رو میریزم. دیگه برنج رو میریزیم تا برنجمون تموم بشه. کناره های برنجم مثل همیشه بگیرید بالا که نسوزه. حالا دوباره از این کنجد و زیره روی برنج. حالا حلقه های لبومون رو میچینیم روی این برنج. حتما از شعله پخش کن استفاده کنید که باعث میشه تعدیق نسوزه، کامل برنجمون از همه جا بخار بیاد بالا و دم بکشه. حالا سیب زمینی های کوچیکی که اول گفتم هم میتونید حلقه حلقه کنید و لابلای اینا بچینید. حالا از برگه و آلوی خیس شدمونم میدیم گوشه برنج. به این حالت غذامون حالت ترش شیرین میشه، مزه خوبی به خودش میگیره. ما کلن هر غذایی که آلو توش به کار میره و نگین خیلی دوست داره. اوایل حسین دوست نداشت ولی دیگه کم کم حسین هم دوست داره و میخوره، مخصوصا زمستون. برای آب برنجم یکم که مثل همیشه روی برنجامون آب میدیم، یکم کمتر استفاده میکنیم. من تایه گوشتم چون زعفرون داشت و همیشه هم از خود آب برنج استفاده میکنم برای حالا آب روغن روش، که من کلن روغن نمیدم، روغن آخر سر میدم به برنج. شعله پخش کن فراموش نشه، وقتی که دم کنی میذارید کامل بسته بشه درش. دم کنیتونم وقتی که میذارید باز دورش یه پارچه چیزی بذارید که این حرارت رو حفظ کنه، بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت کامل بپزه و دیگه بخارش خارج نشه که قشنگ بپزه. من میرم که برنجو بذارم روی شعله پخش کن تا دو ساعت دیگه توی این فاصله با هم دیگه حلوای لبو درست کنیم. برای حلوای لبو ما لبو رو لازم داریم که بپزیم. کامل که پختیم میریزیم توی غذاساز و پورش میکنیم. پیمونه رو هم هر چیزی که دوست دارید در نظر بگیرید. مثلا میتونید یه کاسه در نظر بگیرید، یه لیوان. من استکانای کوچیک در نظر گرفتم. هر پیمونه‌ای که استفاده میکنید همون رو برای همه مواد به کار ببرید. اینجا ما یک پیمونه آرد داریم که برای حلوا خودتون بهتر میدونید که آرد سنگک خیلی بهتره، بخاطر اینکه زودتر تیره میشه و حلوای خوش رنگی بهمون میده. ولی این حلوا چون رنگ قرمز داره نباید زود تیره بشه آردمون. آردمون باید روشن باشه، زیاد نباید سرخ کنیم. به خاطر همین من از آرد قنادی استفاده کردم. شکر هم یک پیمانه، آب یک سوم پیمانه، ببخشید آب دو سوم پیمانه، گلاب نصف پیمانه. هل هم میتونید از پودر هل استفاده کنید. میتونید مثل من هل رو دم کنید، هل رو از وسط باز کنید توی آب جوش بذارید، حالا روی کتری یا توی برنج که دم بکشه از آبش استفاده کنید. خب من اول لبوهایی که پختم و پوره میکنم و نصف پیمانه لبوی پوره شده داریم که من فراموش کردم بگم. حالا آب، شکر،
عرق هل. این لیسک من چون توی پوره لبو بود اینجوری شد. پوره لبو رو هم اضافه میکنیم، یکم این مواد رو میذاریم روی حرارت تا اینکه شکرمون حل بشه. در این حد، در حدی که شکرمون حل بشه اینو هم میزنیم. توی مایتابه هم روغن میریزیم به همراه کره، اگر که دوست دارید کره هم داخل روغن بریزید، کلن اصلا هر حلوایی که میخوایم درست کنیم کره استفاده کنیم خوشمزه تر میشه. حالا میشه از روغن جامد و روغن مایع هم دوتایی با هم استفاده کرد. اینو اضافه کنم که من قبلا میخواستم آموزش های یلدایی بذارم برای نزدیک شدن به شب یلدا، که دیگه متاسفانه دلی نیست برای برگزاری یلدا، دیگه همه رو کنسل کردم. حالا نوبت آرده. آرد این حلوا رو همونطور که گفتم خیلی کم تفت بدید، فقط در حدی که بوی خامیش بره، تیره نشه، چون هرچه تیره بشه رنگ حلوامون قشنگ در نمیاد، اونجوری قرمز شفاف نمیشه. با شعله کم آروم آروم هم بزنید. شعله که زیاد باشه بوی خامی آرد از بین نمیره، زود آردمون میسوزه. برای همه حلوه ها این مورد رو باید رعایت کنید. این پوره منم یکم حالت درشت شد، به خاطر اینه که خورد کنه مامان یکم ضعیفه، اونچنانی له نمی کنه. هرچی له تر بشه بهتر میشه. پیشا پیش از لایک های ارزشمندتون تشکر میکنم که باعث میشه ما با دلگرمی بیشتری کار کنیم، و اینکه تشکر میکنم از کامنت های پرمهرتون که کلن من به کامنت های خیلی دلگرمم. وقتی که ویدیوی میره بعد از اینکه حالا یه کم گذشت ازش، میرم کامنت ها رو میبینم، میخونم، صحبت میکنم باهاتون. این ارتباطی که با شما برقرار کردم و مثل خانواده شدیم رو خیلی دوست دارم. از بین رفتن بوی خامی شربتمون رو اضافه میکنیم. زیرش حتما کم باشه، شعله زیاد نباشه، خیلی مهمه. روی شعله ملایم اینقدر هم میزنیم تا مثل حلواهای دیگه به قول معروف ظرف خودشو بشوره، یه گوشه جمع بشه. اینقدر هم میزنیم تا یه گوشه جمع بشه. یکم هم مثل حلواهای دیگه گهواره میکنیم، بعد دیگه توی ظرف مورد نظر میریزیم. همه حلواها لازمه که در آخر یکم گهواره کنیم، کیفیت حلوامون بهتر میشه. این حلوا رو مثل حلواهای دیگه قشنگ میتونیم تر بدیم روش، یا اینکه ماسوره بزنیم، هیچ فرقی با حلواهای دیگه نداره، فقط هم خوش رنگ تره هم خیلی خوشمزه است. بعد از 2 ساعت برنج پلو فیروزکوهی ما آماده شد. آخ مان این قیزر قرمز شد برات میشورم. فقط خیلی رنگاش خوشگل شده. ما برای کشیدن این پلو اول این قسمت ها رو میذاریم گوشه سینی. این قانونی نداره، من خودم از خودم میگم، چون میخوام اینا لابلاش نره، خوشگلیش بمونه توی دیسمون که میخوایم بکشیم. حالا میریم سراغ قسمت مهمش که گوشت رو خیلی از دوستان فکر میکنن نمیپزه. ببینید این گوشت ماه، اینم چنگال من، قشنگ گوشتمون پخته. برنجم میکشم گوشه اینا. چه قرمز و زرد و سفید. کسانی که دنبه زیاد دوست دارن میتونن بیشتر از این استفاده کنن. من چون زیاد اهلش نیستم
استفاده نکردم، ولی کلا این غذا با وجود دنبش چرب و خوشمزه میشه. میگم باز کسایی که دوست دارن، یعنی اصلا اصولش همینه، ولی من متاسفانه یکم با دنبه میونه خوبی ندارم، کم میذارم. من غذا رو کشیدم، کشیدنشم به نظر من، حالا نمیدونم خودشون چطوری، کسانی که اهل شهر فیروزکوه و دماوند هستن با هم مخلوط میکنن چطوری میکنن، ولی من اینطوری میکشم، هر گوشه ای از همه حالا موادی که توش هست میذارم که هر کسی هر جایشی که دوست داشت بخوره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینم از حلوای لبومون که فوق‌العاده خوشمزه شده و خوش رنگ، و پیشنهاد میکنم که درست کنید. ممنون از همگی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.